بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله عزیز و گرامی، خوش آمدین به جلسه 62 دیتابیس مدیریت دیتابیس 1. مسئله عزیز، هدف ما در جلسه ایجاد نقشه دیتابیس توسط سیستمیست است. توسط سیستمیست چطور میتونیم ایجاد بکنیم؟ قبلا ما شما ایجاد نقشه سرور توسط سیستمیست خواندیم و همچنان نقشه دیتابیس به اساس تی اس کیو ال یا کیوری ها مطالعه کردیم. حال در این قسمت ما فقط هدف ما نمیست که چطور میتونیم که یک نقش دیتابیس ایجاد بکنیم. به خاطر ایجاد یک دیتابیس اول بالای دیتابیس مورد نظر میرویم، در اون قسمت در بخش سکیوریتی باز اونجا میایین، در قسمت رولز نیو میگین و نیو دیتابیس رول انتخاب میکنین. وقتی که نیو دیتابیس رول انتخاب کردین، یک صفحه باز میشه به این شکل. مثلا عزیز در اینجا در واقع یکی رول نیم است، رول نیم هم مشخص میکنین و دیگه اون ارش هم مشخص میکنین. اون رو به این خاطر است که برای از اینکه ما بتونیم به این رول یا این نقش یک مالک یا اونر مشخص بکنیم، اینجا باید باشه. اگر این به شکل اختیاری است، میتونه که یک رول ما میتونه که در واقع اونر داشته باشه یا نداشته باشه. و همچنین اگر اونر که ما سید بکنیم، به این معنی است که مالک یا این اونر میتونه که تمام اختیارات کامل این نقش را داشته باشه. و همچنان ما میتونیم که اسکیما را برای از این مشخص بکنیم، برای از این رول ما که کدام اسکیما را میتونه استفاده بکنه، اسکیمایی که توسط از این رول گرفته میشه. و همچنان رول ممبر یا اعضای زیر میتونیم از اینجا مشخص بکنیم. اینجا میتونیم که مشخص بکنیم اعضایش، تمام اعضای زیر میتونیم که کیها میتونه اعضاش باشه. مثلا اینجا احمد است، میتونه که اعضای از ویندوز باشه یا میتونه که اعضای از در واقع از دیتابیس باشه یا از سرور باشه. و بعد از اینکه کار دیگری که انجام میتیم در اینجاست که گزینه سیکیوریبل میریم. در قسمت سیکیوریبل وقتی که انتخاب میکنیم، از اینجا میتونیم که برای نقش صلاحیت ها را مشخص بکنیم که بالای کدام آبجکت ها، بالای کدام اشیا میتونه که دسترسی داشته باشه و بالای از اشیا چی کار کرده میتونه. قسمی که ما قبلا توسط گرانت این انجام میدادیم، به طور مثال در اینجا ما شما توسط گرانت انجام گراند انسرت اپدیت آن مثلا تیبل است، انفایسز تو انفایس انتری، توسط اینی می کار ما توسط سیکیوریبل به شکل گرافیکی میتونیم انجام بدیم. وقتی که این کار انجام دادیم، مثلا عزیز اینجا ما سه آپشن میه، یک آپشنش specific object است، یعنی مشخص میکنه کدام object ها را ما باید set بکنیم یا کدام به کدام object ها دسترسی داشته باشیم. وقتی که این کار انجام دادیم، باز اگر ما خواسته باشیم که تمام انواع object ها را داشته باشیم، گزینه دوم set میکنیم. اگر تمام object هایی که در مورد سیگما که شما قبلا اینجا ببینید، سیگما هست ببخشید اسکیما هست، در قسمت اسکیما در اینجا میتونیم که مشخص بکنیم که اینمی تمام ابجکت هایی که مربوط به اینمی اسکیمایی که در اینجا مشخص میشه، میتونیم که از او اسکیما به اساس از او اسکیما با ابجکت هایی با تمام ابجکت هایی که در داخل از اسکیما هست میتونیم دسترسی به داشته باشیم. وقتی که کار انجام دادیم، در این قسمت میتونیم که پرمیجان بتین امو ابجکت هایی را که انتخاب کردین، میتونیم پرمیجان بتین که در این ابجکت چی کار انجام داده میتونین، اپدیت کرده میتونین، سلکت کرده میتونین، دلیت کرده میتونین، چه کار انجام داده میتونین. و اگر بخوایم که یک دیتابیس بخشین یک نقش دیتابیس حذف بکنیم، در اینجا باید بیاد داشته باشید که نقش های ثابت دیتابیس قابل حذف و تغییر نیست، اما میتونیم نقش هایی که ما توسط خودمون میسازیم اونم میتونیم به سادگی حذف بکنیم. برای این کار به فولدر دیتابیس میریم و دیتابیس مورد نظر خود باز میکنیم، بالای رول میریم، بالای رول که رفتیم نقش پیدا میکنیم و بالای نقش که پیدا کنیم راست کلیک میکنیم، آپشن دلیت انتخاب میکنیم، دلیت میشه. یا از دستور دراپ رول، رول نیم اجرا میکنیم، حذف میشه. بنابراین مثلا عزیز کار ما شما توسط سیستم است انجام داده میریم. به خاطر از اینکه ما بتونیم نقش دیتابیس ایجاد بکنیم، اول بالای دیتابیس مربوطه میریم، بالای دیتابیس مربوطه و تمام شما دیتابیس تست دارم، داخل دیتابیس تست گرفتم، در اینجا ببینیم که ما رول داریم.
رول ها را مشخصا رول هایی که از قبل دیفاین است، ثابت است، رول های دیتابیس است، اینا را مشاهده میکنید که در اینجا هست. ما میخوایم که یک رول ایجاد بکنم، نیو میگم و در قسمت نیو دیتابیس رول. خب در قسمتی که نیو دیتابیس رول آمدیم، در اینجا ببینید که اول باید نام مشخص بکنیم. مثال میگم که تست رول، یک نام مشخص میکنیم به نام تست رول و همچنان اونرش هم مشخص میکنیم. در اینجا میتونیم که یوزر ها باشه اونر یزی و همچنان میتونه که مختلف افراد باشه. ما اینجا ببینیم که اونر یزی کی باشه، در این قسمت مشخص میکنیم. به طور مثال ما میگم که اونر یزی میتونه زبی باشه، زبی را اونر میگیریم و در این قسمت زبی میتونه که اونر یزی باشه. و چون در اینجا ببینید که این تنها امو یوزر های لیست میشه یا ابجکت های لیست میشه که 16 تا اینجا ابجکت لیست شده، مربوط دیتابیس است، مربوط سرور نیست. یعنی به سطح امی دیتابیس امو فرد بتونه که از این رول استفاده بکنه. خب همچنان اسکیمایش هم مشخص میکنیم که به کدام اسکیما دسترسی داشته باشه. من میگم که به اسکیمای سکیوریتی ادمین دسترسی داشته باشه. رولش هم مشخص میکنیم که ببخشید اعضای ازیره مشخص میکنیم. اعضای ازیره میگم که ببینید که در اینجا در این دیتابیس ما چند دانه یوزر دارم، یکی لاگین 5 یا لاگین زبی یوزر است. من اد میکنم، میگم که لاگین 5 لاگین و زبی دو ممبر ازی در واقع هست که میتونن استفاده بکنن از این رول و این رول هم میتونن که دسترسی داشته باشن. در قسمت سکیوریبل ما گفتیم که ما میتونیم پرمیجن بتیم یا صلاحیت بتیم که در این قسمت به کدام ابجکت های دیتابیس میتونن که دسترسی داشته باشن. میریم در قسمت سرچ، وقتی که سرچ کردیم به ما سه آپشن اینجا ظاهر میشن. آپشن اولی عزیز که تنها امو ابجکت های مشخصی که ما میتونیم دانه دانه سلیک بکنیم، هر ابجکت را میتونیم که به او صلاحیت داشته باشیم یا دسترسی داشته باشیم. اگر all object of type بگیم، تمام ابجکت هایی که در دیتابیس هست به تمام از اینها ما میتونیم دسترسی داشته باشیم. all اگر گزینه سوم انتخاب کنیم، به این معنی که تمام ابجکت هایی که مربوط به اسکیمایی که ما انتخاب کردیم به اسکیما است. مثلا من میخوام به اسکیمایی که مثلا دی بی اونر، یعنی به اسکیمایی که اسکیمای دی بی اونر داریم و اسکیمای دی بی اونر تمام ابجکت هایی که می داشته باشه ما میتونیم به او دسترسی پیدا بکنیم. در اینجا ما اسپسیفیک ابجکت را انتخاب میکنم، اوکی میکنم. در این قسمت نوعیت ابجکت را مشخص میکنم. مثلا عزیز در اینجا ببینیم که در این قسمت من نوعیت ابجکت مشخص میشه، دیتابیس یعنی ما دیتابیس هم انتخاب میکنم. میگم یکی از ابجکت هایی که دسترسی داشته استور پروسیجر باشه، تیبل ها باشه، ویو ها باشه. و میتونین که اینجا بعضی موضوعات دیگر هم بگیرین. مثلا ما میگم که یوزر ها هم باید دسترسی داشته باشن به ابجکت یوزر هام و همچنان سیکیوریتی پالیسی هم. یعنی چندین ابجکت من اینجا انتخاب کردم و حالا ما میخواهیم که در واقع برای از اینها مچ بکنم که کدام بخشای کدام ابجکت های از این کدام ابجکت های از اینها را ما میخواهیم که دسترسی داشته باشم. یعنی این نوعیتشان نوعیت اینجا مشخص کردم که با ابجکت دیتابیس، با ابجکت های استور پروسیجر، تیبل ها، ویو ها، یوزر ها و سیکیوریتی پالیسی ها دسترسی داشته باشم. اما در هر کدام از اینها یک مجموعه از ابجکت های دیگه است، به کدام از اینها دسترسی پیدا بکنم. در این قسمت ما میخواهیم که در تیبل دپارتمنت تیبل امپلوی دسترسی پیدا بکنم. اینجا ببینید که نوعیتش مشخص است. من میگم که در ای ویو دسترسی پیدا بکنم، ویو هست و همچنان بعد از ویو ما شما استور پروسیجر ها را انتخاب کردیم، دیتابیس ها را انتخاب کردیم. استور پروسیجر من میگم که در استور پروسیجر دسترسی داشته باشم و همچنان در قسمت یوزر ها هم گفتیم دسترسی پیدا بکنیم. من میگم که در یوزر زبیر هم دسترسی پیدا کنم و همچنان در دیتابیس تست یک، در دیتابیس تست
تست و در قسمت دیتابیس استودنت دسترسی داشته باشم. و به این شکل ببینید که من پرمیجان را مشخص کردم، یعنی صلاحیت هاش را مشخص کردم که هم در دیتابیس استودنت، دیتابیس تست، تست یک میتونم دسترسی داشته باشیم و همچنان در یوزر زبیر هم میتونم دسترسی داشته باشیم. و در قسمت تیبل ما تیبل ها را، تیبل دپارتمنت، تیبل امپلایی، اینا را مشخص کردیم. و همچنان ما میتونیم که اینجا گفتیم که ویو را مشخص کردیم، یک استور پروسیجر را مشخص کردیم، یعنی تمامی از اینها. و اگر بخوایم که در اینجا پرمیجان بتیم برای از اینا، بطور مثلا من در تیبل میایم پرمیجان میتم، میگم که تیبل در این نقش تیبل بتانن که دلیت بکنن و این صفحه شباس بکنم. همچنان میگم که سلیک کرده بتانن، سلیک کرده بتانن، دیتا را انزرت کرده بتانن و همچنان التر کرده بتانن. خب اگر اپدیت بگیرم در این قسمت، ببینید که اپدیت میگیرم در قسمت اپدیت، مثلا عزیز وقتی اپدیت گرفتم اینجا آپشن چی باز میشه؟ آپشن کالام پرمیشنز. یعنی میخوای کدام قسمتی که کالام ها را پرمیجان بده، یعنی به کدام بخش های اساسی کالامی که در تیبل است برسی و در اونجا هر کدام از اون بخش پرمیجان بده. یا به طور مثال من میگم که در قسمت اپدیت من میگم که دپارتمنت هیت هم گراند دارم که اپدیت بکنم و دپارتمنت نیم و لوکیشن هم. یعنی سه کالام هم در واقع پرمیژن دادم که میتونم اپدیت بکنم، یعنی تغییرات بیارم، میتونم نامش تغییرات بدم، اما دپارتمنت آیدی را تغییرات دادن نمیتونم، چون دپارتمنت آیدی یکی از موضوعات بسیار اساسی است، نمیتونم. بنابراین اوکی میکنم و در این قسمت ببینیم که مثلا عزیز ما در واقع پرمیژن را مشخص کردم. حال ببینیم که پرمیژن ها مشخص شد. اگر بخوایم که یوزر چیکار کرده بتونه، یوزر کنترل کرده بتونه و همچنان ویو دفینیشن بکنه میگم، یا ای که دیتابیسی که داریم، این دیتابیس رول در دیتابیس تست بتونه که مثلا بتونه که تیبل کرییت بکنه. به طور مثال اینجا ببینیم که تیبل کرییت بکنه. خب اینجا ببینیم که تیبل اینجا رول شد، میگم که رول ایجاد کرده بتونه و همچنان اسکیما را کرییت کرده بتونه، تیبل اینجا کرییت کرده بتونه، میگم تیبل را کرییت بکنه و همچنان ویو را کرییت بکنه، ویو را کرییت بکنه. یعنی هر کدام از اینا را شما پرمیجن میتین، یعنی در هر قسمت میتونین که حتی میتونین که از طریق دری دیتابیس کنک شوم، مثلا کنک هم میگیریم، کنک یعنی وصل شوم به دیتابیس، یعنی رول های متفاوت هم میتونیم که بالای از این، یعنی صلاحیت های متفاوت هم میتونیم که بالای از این چی بکنیم، بالای از این نقش اضافه بکنیم. خب این کار انجام دادیم مثلا عزیز و بعضی مشخص ها را انجام میتونیم ببینین. یک موضوع دیگه عزیز که میتونیم که اسکریپت هم چی بکنیم، جنریت بکنیم. انجام ببینیم که وقتی که من اسکریپت گفتم، تمام کارهایی که در اونجا انجام دادم، تمامی از اونها را به ما چی کردم، به ما در واقع استفاده کرده، یعنی همه کارا. اگر همی اسکریپت هم اجرا بکنم و همچنان این اجرا بکنم و اوکی بکنم، هر دوش یک چیز است، این رول ایجاد میشه. اوکی میکنم، ببینیم که رول ایجاد شد. ما به نام رول داریم اینجا، ببینیم که به نام رول تست رول است و این تست رول ایجاد شد. یعنی بعضی صلاحیت ها را بخشش دادیم و بعضی حتی بعضی دیتابیس رول های ثابت هم براش مشخص کردیم، تعیین کردیم و از این استفاده کردیم. خب در این قسمت پروپرتیز چه پس ببینید، دوباره ببینید که مثلا عزیز در قسمت به نام اونر زبی هست و رول از تست رول است و دی بی سیکیورتی ادمن اسکیماش هست و منبرش هم لاگین 5 و زبی هست. سیکیوریبلش ببینید پرمیژن که داره، پرمیژن هایی که داره، در این قسمت پرمیژن های متفاوتی که داده بودیم، پرمیژن هایش هم میتونید ببینید و بعضی متا دیتا هایی که نیاز است اونها را میتونید مشاهده بکنید. این در واقع اما چه سطح تست رول ما ایجاد کردیم که به سطح یک دیتابیس یک رول یا یک نقشه میتونه بازی بکنه. و همچنان اگر شما اسکریپت که ایجاد کردین، اینجا ببینید که اسکریپت است،
اسکریپت ایجاد کردین و از این اسکریپت میتونین که استفاده بکنین، یعنی میتونین که نامش تغییر بدین، نامش تغییر بدین و همچنان در این قسمت ها میتونین که نامای از اینا رو تغییر بدین و همچنان قسمت های منبرش رو میتونین تغییر بدین و تمام از این کارا رو بکنین و شکل بسیار ساده میتونه که امی اسکریپت یا امی کد ها اجرا شوه و با شما یک رول اجرا بکنه. مثلا عزیز، اگر شما طریقه ساختن یک رول نمیفهمین و در اینجا میتونین که بالا هر کامش کلیک بکنین، اسکریپت دیتابیس از رول کریت این استفاده بکنین، این به شما طریقش میگه که چطور یک رول ایجاد بکنین. بسیار ساده طریقش میگه و شما میتونین که از این طریق به او دسترسی پیدا بکنین و تنها تفاوتش از این که اگر ما این قوسک ها یا بردکت ها نداشته باشیم، میتونیم که استفاده بکنیم، کدام مشکلی دیگر نمیداشته باشم. خب مثلا عزیز، این درس جلسه امروزی شما بود. ما به آخر جلسه، به آخر و همچنان چطور میتونیم دلیت بکنیم، یکی از موضوعات دیگه مانده در قسمت میریم و رایت کلیک میکنیم دلیت و دلیت میگیم این دلیت میشه. اینجا ببینید که دلیت نمیشه به خاطر از اینکه این منبر میداشته باشه، منبر داره، به خاطر از اینکه منبرش از بین ببریم میتونیم که اینجا در این قسمت ببینید که یوزر هم هست، یوزر هم اینجا جنریت شده و همچنان در قسمت جنرال بیاین اینجا رول هم داره، بخشین رولایش هم دلیت بکنیم، بعد از اون میتونیم که این دلیت شد تا دیگه دلیت نمیشه، این اعضای از را باید دلیت بکنیم، آل دلیت نمیشه به خاطر از اینکه این چی میداشته باشن. اینجا میگه که دیتابیس شما نمیتونیم به خاطر از اینکه این در واقع یک اسکیما را استفاده میکنم و همچنان منبرایش بعد منبرایش از او طرف بکنیم، بعد از اون میتونیم که دلیت بکنیم. اگر عضو نداشته باشه بسیار به شکل ساده در این قسمت میتونیم که دراپ رول نیم نشته بکنیم دلیت میشه. مثلا این عزیز، درس شما به میجا به پایان میرسند و ما تا جلسه 62 همه در مولود فصل 8 بس کردیم. در فصل 8 گفتیم که نقشه ها یک میکانیزم خوبی امنیتی است که به گروه کاربران و نقشه ها اینا عطا میشن، داده میشن و به اساس از اونا ما میتونیم که اختیارات و امتیازات رو برای از اونا سید بکنیم. نقشه ها مجموعه صلاحیت ها گفتیم است و اختیاراتی است که در سرور اسکیول در سطح سرور و در سطح دیتابیس موجودن. نقشه ها دو نوع، نقشه های ثابت و نقشه های طرفشی. در نقشه های ثابت در سطح سرور و دیتابیس قابل حذف و تغییر نمی باشند و نقشه های طرف شده توسط کاربر، نقشه های طرف شده توسط کاربر هم قابل حذف و هم قابل تغییرن و هم قابل استفاده هستند. و تا اینجا درس شما به تمام میرسه. خدا حافظ و ناصرتان. روزتان خوش، بخیر باشین.